کنار سعید مولایی هستم، در حالی که چند ساعتی از دادگاه دیوان حکمیت ورزش گذشته و نزدیک به نیمه شب هست و با اون میخوام در رابطه با یک سال گذشته صحبت کنم. این که بر سعید مولایی با این همه فشار از یک سال پیش تا الان چه گذشت؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. بله، بعد از اون اتفاقاتی که بعد از مسابقات قهرمانی جهان سال 2019 که در توکیو بود، اون اتفاقاتی که برای من اتفاق افتاد و من مجبور شدم که کشورم رو ترک کنم و به عنوان ورزشکار از تیم پناهندگان حضور پیدا کنم و بعد از اون حالا اتفاقاتی که افتاد و من تونستم شرایط لازم به عنوان یک ورزشکار زیر یک کشوری مستقل بتونم توی المپیک حضور پیدا کنم، چون من رنکینگ یک دنیا بودم ولی بعد از مسابقات قهرمانی جهان به رنکینگ 3 حضور پیدا کردم ولی الان رنکینگ 5 هستم و طبق توافقات که من و رئیس جمهور مغولستان و IOC اتفاق افتاد تونستم زیر یک پرچمی مسابقه بدم. من به عنوان یک ورزشکار هستم و همیشه هم ایرانی بودم و به عنوان یک قهرمان برای ایران بودم و الان هم هر مدالی بگیرم برای مردم که قلبشون برای ورزش میتپه، نه برای سیستمی که برای منافع خودشون هستن، و الان هم از تیم مغولستان برای المپیک حضور پیدا میکنم. تو این یک سال اخیر به خصوص حالا امروز ما اینجا در سوئیس که هستیم در لوزان، بحث این که مثلا سعید مولایی خیانت کرد از این حرفا مطرح شده، اما تو یک راهی رو باز کردی. راه این بوده که تا الان همه سکوت کردن علیرضا باید به بازی، باید به بازی‌های دیگر وجود داشته، اما همه سکوت کردن. تو این سکوت رو شکستی. جوابت به اونهایی که تو رو خیانتکار میدونن چی هست؟ ببینید، تا وقتی که من برای اون کشور مدال می آوردم، هم از آسیایی تورنمنت ها و قهرمانی جهان، من بعد از 15 سال مدال طلا برای ایران کسب کردم و به عنوان پهلوان قهرمان خیلی از من تجلیل کردن، خیلی من به عنوان قهرمان و به عنوان کسی که میتونست اولین مدال المپیک برای ایران بیاره، ولی میدونم که هیچ وقت مردمی که درکشون بالا هستش، مردمی که قلبشون برای ایران هستش، هیچ وقت این حرفا نمیزنن. این حرفا رو آدمهایی میزنن که برای اون سیستم کار میکنن و همیشه به عنوان اینکه کارکننده اون سیستم هستن، به خاطر منافع شخصی خودشون و آدمایی هستن که راحت بگم دروغ هستن و هیچ وجدانی ندارن. من هیچ وقت نه خائن بودم، نه وطن فروش بودم. الانم میگم من یه ایرانی هستم، افتخارم میکنم، ولی سیستم میخواست منو قربانی خودش کنه، ولی خب ولکن که خودشون با دروغهایی که گفتن و کارهایی که انجام دادن، دروغهاشون رسوا شد و مردم هم خوب میفهمن و آگاه هستن. امروز ما حضور پیدا کردیم، من و دو شاهد دیگری که باید تو این دادگاه حضور پیدا میکردیم و حضور پیدا کردیم و تمام وقایع و اتفاقاتی که برای من و برای این افراد اتفاق افتاده بود رو به واقعیت گفتیم. نه ما دروغی گفتیم، نه چیزی، هیچی، به واقعیت گفتیم و شکایتی که از ما شده بود ما اومدیم از خودمون دفاع کردیم. خدا رو شکر همه چی خوب بود و خیلی از آدمهایی که ما رو خائن و وطن فروش و دروغو گفته بودن و من فکر میکنم که رسوا شدن و ما بعد از چند وقت حالا جواب دادگاه بیاد میبینیم که چه اتفاقی میفته. و من به دنیا ثابت کردم که ما ورزشکارا آزاد هستیم، با هیچ کسی هیچ مشکلی نداریم. جنگ ما تو دوشکه ولی بیرون از دوشک با هم دوست هستیم. من این رو میخواستم بگم که سعید مولایی میخواست فداکاری کنه برای خودش، میخواست مسابقه بده. من با کسی نه دشمنی دارم نه هیچ چیزی، برای من هیچ چیز مهم نیست، برای من انسانیت مهمه، آزادی. و حرف خودم رو به دنیا گفتم، نه به دروغی گفتم، نه خواستم که یه چیزی رو اضافه کنم. همه دیدن و حرف من رو شنیدن، ولی بعضی از آقایونی که توی سیستم ما بودن میخواستن با دروغ و با تهمتهایی که به من بزنن، منو به عنوان یک خائن، منو به عنوان یک کسی که دروغ گفته، ولی خب رو در روشون گفتم که حرف من درست بوده و شما دروغ گفتین. یه بار دیگه بهمون میگی چه شد در توکیو؟ توکیو به من گفتن بباز،
من مجبور شدم، من میخواستم. کی گفت؟ یه بار دیگه برام بگو چه تماسی گرفته شد به از سیستم ایران؟ اول که به سرمربی تیم، رئیس فدراسیون جودو به سرمربی تیم زنگ زدن. نه به آقای زارعیان، آقای آرش میرسمایلی. با آقای میرسمایلی به آقای زارعیان زنگ زدن. در اولین تماس و در دومین تماس که بود، آقای صالح امیری خودشون مستقیم به من گفتن که باید از قوانین کشور احترام بذاری، و من هم مجبور بودم به خاطر اون شرایط، حالا اون جوی که اونجا پیش اومده بود، مجبور بودم باید به خاطر اینکه هم جون خودم رو حفظ کنم، جون خودم و خانوادم رو حفظ کنم، مجبور بودم که من میخواستم مسابقه بدم، ولی خب ورزشکاری که تمرکز نشه باشه، فکرش تو دوشک نباشه و هزار تا فکر بیاد تو ذهنش، اصلا تمرکز نداره که مسابقه بده. و من مسابقه رو واگذار کردم و همه هم دیدن مسابقه با برای برنز، هم حریفی که من به راحتی میتونستم ببرمش، حتی دو اخترم ازش گرفتم، وایسادم که منو ضربه فنی کنه و تمام شد. حرف مطرحی که سعید مولایی باعث شده که فدراسیون جودو ایران تعلیق بشه، جودوکارای ایران 80-90,000 نفر که دوستان در مسابقات باشن الان بلا تکلیفن. یه پیام برای جودوکارای ایران و خداحافظ. آینده خواهید فهمید که من، آقای سرلک، آقای منصوری، فقط برای اون کسایی زحمت کشیدیم که دارن سختی و ریاضت میکشن، نیان خاطر یک اشتباه غلط زندگیشون فنا بشه و هیچی هم تو این مسیر به دست نیارن و منفعتش آدمایی ببرن که فقط به خاطر اینکه ورزشکار به عنوان پلن باشه برای اونا. آینده خواهید فهمید که چه کار درستی کردیم ما امروز. ممنون از سعید مولایی که وقت گذاشتی، نزدیک 11 شب داریم با هم صحبت می‌کنیم. خیلی ممنون ازت، وقت گذاشتی. امیدوارم که در راهی که انتخاب کردی موفق باشی و بتونی بر سکوهای مهم دنیا وایسی. ممنون هستم. مرسی. ممنون از برنامه خوبتون.